ممکنه مرکز رو بگیریم؟ رئیس بخش رو بخواییم. تشریف بیارم به اردو. شما هم همراهی من بیارم. خواهش میکنم. نه خدا بیایی خودم. عجله کنیم، عجله کنیم. بام خودم باشی، خودم باشی. نزدیم بلند شدیم، نزدیم بلند شدیم. آروش، آروش، خواهش میکنم. دازی که پتا دیم از من گردم. پتا دیم بیا. بام برمتا اون باشی. چه خبره؟ نزدیم بلند شدیم. آروم باشی، آروم باشی، آروم باشی. الکتروشوک لازمه. قصه غمهای ناخواسته و حکایت اندوهبار سکوت. دو بیگانه، دو هستی دور از هم و یک زندگی. پروانه سلام، تو حالت خوبه؟ منو میبخشی؟ من به تو خیلی بدی کردم، پس منو میبخشی؟ به خاطر همه چیز معذرت بخوام. سعید، در بیگانگی گم شدن، در سرگردانی غوطه زدن. حتم دارم، پس چرا این کارو بکنم؟ هنوز که پشیمون نشدم. عجله کن. پشیمون میشی سعید؟ آدم بدون آدم نمیتونه زندگی کنه. هیچ وقتم نتونست. حتما باید یکی رو داشته باشه تا از تنهایی خودش باهاش صحبت کنه. بذار بمونم. تو دیگه خونه زندگی نداری؟ حالم بعد سعید! آقا جون آقا سعید! راه دوم، گذرگاه نیستی، حصار تنهایی. راه دوم، قصه بودنها و نبودنها. راه دوم، دردها در خود شکستنها. راه دوم. اگه درست نشد چی؟ اگر درست نشد شبا همینجا لالا میکنید، فردا ماشینو تا تهران هول میدین تا هوس زیارت آقا جون به سرتون نزنه. ولی تو هم علاقمند بودی، تو هم دلت میخواست اونو ببینی. فقط بلدی جارو بس کنی. بله، رو اصرار بی خودی تو منم علاقمند شدم. منتها با اتوبوس یا با قطار، نه با ماشین مردم، اونم با چند روز تعطیلی، نه با تعطیل کردن کلاس. واقعا که حتی نمیذاری برای چند روزم که شده مثل روزای اول باشی، مثل همیشه. پس نتیجه میگیریم که من و تو به درد هم نمیخوریم. آشتی کردنمونم مثل ازدواجمون اشتباه بود. تو رو خود بد اخلاقی نکن سعید جون. نذار این چند روز مسافرت زهر ما بشه. به خدا حیفه، به چیزای خوب فکر کن. به چند سال زندگیمون که پر از تلخی و بدبختی بود. سعید
وای دوباره داری شروع میکنی. این که تازه که نداره. ولی داری منو عذاب میدی، مثل همیشه خودخواهی میکنی. فقط حرف حرف خودته، هیچ وقت منو به حساب نمیاری. بس سعید، اصلا برگردیم. برگردیم خونه. اگه برگردیم دوباره یه سر برش میگی بری پیش آقا جون. دیگه از زندن آقا جون بیزارم. حالم بر آقا جون. آقا سعید، بفرمایید کنار. آقایون بفرمایید کنار. باید آمبولانس بیاد. کسی مداخله نکنه خواهش میکنم. راننده تریلی؟ ما این جناب سروان. رضایی ببر سوارش کن. آقایون خواهش میکنم. کسی به ماشین دست نزنه. جناب سروان. جناب سروان. بله بفرمایید. ببینید طرف شوفر چی شده؟ یا کارش رو تمومه. وحشتناک. آقایون به ماشین دست نزنه. از 012 به 04. از 012 به 04. بگو 012. تصادف وحشتناکی تو 5 کیلومتری پل دختر بین یک پیکان و یک تریلی اتفاق افتاده. وضع مصدومین حادثه خیلی وخیمه. دستور بفرمایید آمبولانس اعزام بشه. بسیار خوب. برای کمک به مجروحین آماده باشید. سعی کنید جاده بسته نشه. اتحاد قربان. الو اورژانس تهران. گزارش پلیس راه جاش رو. وضع وخیمیه. بله. منطقه غرب ماموریت خیلی فوری. منطقه غرب ماموریت خیلی فوری. دو کد اعزام بشه. کد 808 و 838 اعزام شد.
آهسته مواظب باشید. حدود 20 دقیقه پیش تصادف اتفاق افتاده. بین راه خیلی تلاش کردیم تا شدت خونریزی کم بشه. بهشون دکادرون تزریق کردیم. سرم هم وصل شده. اما تا الان متاسفانه برای چند لحظه هم که شده هیچ کدوم به هوش نیومده. بسیار خوب. اونو بدید ببینم. ازتون متشکرم آقایون. شما همراه مریض باشید. برای آزمایش هموگلوبین و گروه خون اونو به آزمایشگاه ببرید. بعد از آزمایش فوراً خون تزریق کنید و برای عکس برداری از قفسه سینه فوراً به رادیولوژی ببرید. ضمناً ایشون دچار شکلانگ شدن. بله جان. اگرچه راه تنفسی برقرار شده اما شوک ریه کاملاً برطرف نشده. هنگام مصرف دستگاه ساکشن مواظب باشید خطری پیش نیاید. فشار 9/6 دکتر. خودم تا چند لحظه دیگه میرسم. ضمناً هرچه زودتر جراحی دو رو آماده کنید. لوله تراشا و دستگاه بنت سریعاً آماده بشه. چشم. شکسته شدن قاعده جمجمه و بیرون زدن خون از گوش کار ما رو مشکل تر میکنه. چاره ای نیست. به ایشون 10 میلی‌گرم سفالکسین تزریق کنید. آزمایش هموگلوبین و گروه و ارهاش فوراً انجام بشه. بله آقای دکتر. خون مصرفی ایشونو سریعا آماده کنید. کلا از خونریزی به شدت تعیین گروه ارهاش و اندازه‌گیری هموگلوبین و هماتوکریت آقای دکتر. دکتر معیریان امروز نیستن اما فکر میکنم به کمک دکتر اولیایی بتونیم با پیوند شریان و عصب مانع خونریزی شدید بشیم. ببخشید دکتر. یکم آماده مواظب باشید. خیلی متشکرم. بفرمایید. ممنون. آقای دکتر، اگرچه زیاد امیدوار نیستم اما چاره‌ای نیست. وضع ایشون چندان حاد نیست. من بیشتر نگران همراه ایشون هستم. شما سریعاً به کارتون ادامه بدید. بعد از عمل می‌بینمتون. هر چقدر میتونید کوشش کنید.
بدبختانه پا هر ساعت رنگ اولیه خودشو از دست میده. با تمام تلاشی که دکتر گودرزی انجام دادن نتونستن بین شریان و عصب پیوند برقرار کنن. بله، حق با دکتر اولیاییه. هیچ گونه راهی وجود نداره. پا به کلی له شده. البته نظر قطعی با آقای دکتر گودرزیه. اگه درصد له شدگی نسوج کمتر بود، شاید میشد با پیوند مجدد شریان و عصب از قطع پا جلوگیری کرد. اما همونطور که مشاهده میکنید، پا سلامت خودشو از دست داده و عفونت هر لحظه داره بیشتر میشه. نتیجهش هم خب معلومه. مسئله وقت و زمان برای ما خیلی خیلی مهمه. اگه بخوایم منتظر این باشیم تا مریض به هوش بیاد و با رضایت اون کارو تموم کنیم، متاسفانه باید خسارت بیشتری رو متحمل بشیم. برای سلامت یک مصدوم مشرف به موت رضایتش ابدا مطرح نیست. ببینید وظیفه چی دستور میده. عجله کنید. خیر آقا، حالا عرض میکنم بنده اگه شده سیگار بیارم اینجن بفروشم، پام تو دامغان نمیذارم. توی دامغان آبروم برده، سکه یه پیلوم کرده، همه توف و لعنت هم میکنن آقا. بسیار خوب، برو بیرون با اون خانم بگو بیاد اینجا. خودتونم بفرمایین همونجا باید. آدم به کی بگه؟ بر شیطان لعنه. خب توهین میکنه آقا، توهین میکنه. اگه یه رو من دک و پوزت و صاف و صوف نکردم شرف ندارم. برو عمو، از اولش هم نداشتی. آره، جلوی ایشون زبون در آوردی، دود در آوردی. داشتم. داشتی؟ بله. از حلقومت میکشم بیرون. در اینجا ذکری از علت جدایی جز عدم تمکین به میان آورده نشد. شما چرا میخواین متارکه کنید؟ خانم تنها از شما تمکین نمی کنن و یا موارد دیگه ای هم هست؟ نه خیر آقا، شما هر چقدر گشتم نبود. تمام راه‌ها رو گشتم، همه اتاقا رو سرک کشیدم، خلاف ادب تا توی دستشویی هم صدا از کردم، ولی نبود که نبود. بشین آقا، بشین. چی کار داره به شما؟ ببینم شما چرا مداخله میکنید؟ شما ایدا ساکت باشین. هر وقت من میام که بین این زن و شوهر بدبخت صلح برقرار کنم، شما یه دفعه میپری وسط و همه کارو خراب. شما ایدا بشین سر جات. اینا خودشون دو تا آدم بالغ هستن، شعور دارن، عقل دارن، میفهمن. میفهمی؟ بله میفهم. به نظر من خود آقای رئیس باید در این مورد تصمیم بگیره. بدتر میشه. اصلا میدونین چیه؟ اگه میخواین دعوا مرافع اینجا راه بندازین، بهتره بفرمایید بیرون. بفرمایید. لطفا بفرمایید بیرون. کتک کاریاتونو بکنید بعد بیاین اینجا. عبدالحسین. بله. آقا و خانم رحمانی بیاین. آقای رحمانی بیاین. اگه شما میخواین من رو این جریان داوری بکنم، لطفاً یه کمی خوددار باشین. آخه چی بگم آقای دادیار، کدوم مردی حاضر میشه سه سال زن بچه چه رها کنه؟ اصلاً سراغشون نیاد. تو شرف نداری، تو غیرت نداری. تازه بعد از مدت ها منه که میبینی فرار میکنی. از کی ترسیدم؟ از تو؟ ما برای هم ساخته نشدیم. روز اول باید چشماتونو باز میکردین. بعضی وقتا پیش میاد. همه برای هم ساخته نشدن. ضمناً ایشون هم همین نظر رو دارن.
آخه تو کی هستی که من از تو فرار کنم؟ آقا حرف بزن. جب آدمی ها فقط من پوستتو گلفتی بکنم. گردن کلوف شدی؟ آره کارت میکنم که هر وقت منو ببینی دنبال سوراخ موش بگردی. فهمیدی؟ آقا چی آقا به در بابا بزنم؟ اگه تو مرد بودی اقلا توی این مدت یه سر به زن بچه هم میزدی تا ببینی زن بچه بیچارن چی کار میکنن، گدایی میکنن یا رخشویی. تو غیرت نداری، تو شرف نداری، حالا باید دو شقت بکنم. چی؟ لفا میدی؟ گیدی آقا داری؟ بعدشم پوست تو قلبتی میکنم. آقا مگه اینجا سراخونه هست؟ عمو نمیخوام آقا، بخشیدم. در مورد نفقه گرفتم آقا. بس کنید آقا، بس دیگه. اینم حرف شد؟ بی خودی خونتونو کثیف میکنی. کار شما با دو کلام حرف حساب حل میشه. خداحافظ. میرم بلیطی تو بگیرم. هر طور راحتی. بله بله ببخشید 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 چهار رو نیم حرکت میکنه. آقا ببخشید یه بلیط برای گرگان میخواستم برای فردا. گرگان این بغله. بله بله بفرمایید. نه خیر شما بفرمایید. بله آقا ببخشید آقا یه بلیط برای گرگان میخواستم فردا ساعت 12 بود. نیم ساعت زودتر اینجا تشریف داشته بود. به اسم خانم رحمانی. رحمانی بار اضافی که نداری؟ نه نه فکر نمی کنم. بابا بیلی چه صابه آقا؟ بفرمایی صندوق. من بچه آقا بار دوستم. آقا این باید جوه این صابه رو برد دیگه. بفرمایی ممنون. دو تا بلیط برای گرگان. سلام مشغول کن. حالت چطوره؟ شکر خدا. شما چطوری؟ امروز تشریف نیوردین؟ اتفاقی افتیده؟ ناراحتین؟ نه چیزی نیست. فقط چرا اینجا ایستادین؟ بفهم تو. نه خیلی متشکرم. فقط برام یه گرفتاری پیش اومده. حقیقتش
زندگی به من زنم خیلی سخت میگذش. این بود که رفتیم دادگاه. فردا میخوایم بریم محضر. دو تا شاهد میخوایم. این بود که مزاحم شما شدم. گفتم اگه ممکنه فردا به اتفاق آقای تهرانی بیاین و کارو تمام کنیم. ای بابا آخه چرا رمانی؟ خلاف ادبا شما که ماشالله خیلی فهمیده این. شما دیگه چرا؟ اون وقتم من حقیر عروسی شما اومدم. پام بشکنه. چطور ممکنه بتونم فردا بیام؟ خانومتونم ماشالله دیگران چیزی کم و کس نداره. اصلا مثل دختر من میمونه. اون وقت هم خدا رو خوش نمیاد دختر طفل معصوم به امید کی میخوای رهاش کنی؟ کجا بره؟ میره شهر خودشون پیش پدرش. آخه با پدرش هم یه صحبتی بکن، بذار نصیحتش کنه. الان ناراحتی نمیفهمین. ببخشین دا، اما پس فردا که پا به سن گوشتین اون وقت خواهیم فهمید که ای دل غافل، یه نفر نی که یه لیوان آب دست آدم بده. تنهایی بد در دیه وا. آدم بدون آدم نمیتونه زندگی کنه. نه مشغور بون، کار از این حرفا گذشته. فقط تنها محبتی که میکنی. خودم که نمیتونم بیام. اما اگه سازش نشد سفر و تهران رو صبح میفرستم بیان. خب خدافظ. خدا نگهدارت باشه. ای داد. ساندویچ مغزم میبرم. چشم آقا. شما یه ساندویچ بزنم. چی باشه؟ فرق نمیکنه هر چی بود. سوسیس میدم خدمتتون. باشه. خیلی متشکرم. یه سوسیس داغ بپیچ. یه نوشابه بده. چشم. بفهم. ممنون. اینم نوشابه. چیز دیگه لازم نداری؟ نه. دو تا مغزم بده آقا ببرم. سلام. بیا من بیرون خوردم.
گرفتی؟ آره، فردا ساعت 12. مداخله نکنید. چرا آقا داداشمه؟ اینکه چند ساعتی برادرانه سلام. شما رو نصیحت می‌کنیم، حداقل نصیحت پذیر باشید. وظیفه ما تا حد ممکن از طلاقایی که از روی عصبانیت جلوگیری کنیم. شما ما رو خسته کردین، هم آقا رو هم منو. خواهش می‌کنم درست توجه بفرمایید قربان. این در عهده شوهره، یعنی اینکه شما می‌باید خرج و مخارج زندگی مشترکتون رو بپردازید و رضایت همسرتون اصل زندگیه. ولی خانم شکایت دارن که آقا از این کار امتناع کردن. آقا کف دست که مونره پنج ساله که بیکاره، هرچی داشته و نداشته با هم خوردم. شغل شما؟ شغل بنده بیکاره. قبلا به چه کاری مشغول بودی؟ آقا نوازنده بوده، همون موقع هم خرجشو من میدادم. ولی آقای رحمانی از من ریش سفید بشنو و این کارو نکن، پس فردا پشیمون میشیم. شما هم شاغل بودین؟ بله قربون، آرایشگاه داشتم، همش رفت، فقط مونده یه سشوار که آقا صد دفعه خواسته به پول لرزی کشه. خب نداشته آقا، کف دست که مونه داره. بازم شما بی جهت مداخله میکنی. ای بابا این داداشمه، پاره تنمه. پاره تنتون باید زنشو اداره بکنه یا خیر؟ خیلی دیر نکرده؟ نه، حالا باید پیداش بشه. تو دیگه یکی زیاد نگو. خانم نداره، کمیتش لنگه، از دیوار مردم بره بالا خوبه. شما مداخله نکنید خواهش میکنم. بفرمایید بیرون. باشه. شما بفرمایید دادگستری شکایتتون رو اونجا مطرح کنید. جناب علی بفرمایید اینجا. دیدی زن، اول باید خودمون حلش کنیم. من حرف نزن تا روزگار تو سیاه نکردم. سلام علیکم. اومدی؟ سلام. بگو هرچی دلت میخواد بگو. والا طلاق دادن چند دقیقه بیشتر وقت نمیبره. دو تا شاهد هست، برگ عدم سازش هم که وجود داره. اما نه شما تا آخر عمر بدون شوهر خواهید موند و نه شما بدون همسر. قدر مسلم هر دو پشیمان خواهید شد. پس چه بهتر قبل از اینکه صیغه طلاق جاری بشه هر دو سر عقل بیایید و برید به سلامتی و تندرستی با همدیگه آشتی کنید. زندگی گذشت میخواد، ایثار میخواد، فداکاری لازمه. حالا شما عصبانی هستید، در آینده صاحب اولاد خواهید شد، اون وقت خواهید فهمید که زندگی چقدر شیرین و لذت بخشه. حرف ایشونو قبول کنید، به نفعتونه.
آیا باز هم در جدایی مصر هستید؟ بله. شما چی خواهر؟ بله. لطفاً شناسنامه هاتون رو مرحمت کنیم. متشکرم. خانم محترم، سرکار علیه به حاج آقا صالحی که در اون اتاق تشریف دارن وکالت میدهید تا بین نماز مغرب و عشا صیغه طلاق رو جاری بنمایند؟ خواهش میکنم فکر نکرده جواب ندید. بله. شما چه آقا؟ بله. استغفر الله ربی و اتوب الی. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون سفر. خدا نگهدار. قابل نداره سفر جون. چوب کاری میکنی. به سلامت. من یه تماس با مدرسه بگیرم. سعی نیست بچه ها بلا تکلیف بشن. احسانی سلام، من رحمانی هستم. بله، برای همین تلفن کردم. یه کار مهم میدارم. حالا دنبال همون کارم. اینو که شاید امروزم نتونم برسم. اتفاقی که نیفتاده. با زنم، با خانمم متارکه کردم، از هم جدا شد. حالا میخواد بره شهر خودش. بله، نیم ساعت پیش بود که رفتیم مصر. آخه چرا اینقدر ناگهانی؟ همچین ناگهانی هم نبود. ماها بود که داشت مقدماتش فراهم میشد. نه، خیال نمیکنم دیوانه شده باشم. خب، خداحافظ. آره، اینجاست. پس سب کنین، من الان میام پیشتون. الان کجا هستین؟ من خودم میرسونم اونجا. نه، این کارو نکنید، چون دیر شده. یعنی فایده ای نداره. عجب. اینطوری هر دوتامون راحت تریم. بله، میخواد باید صحبت کنه. گوشی. الو. حالتون چطوره؟ مرسی، خوبه. خب دیگه اینجوری شد. والا دلیلش ناسازگاری. برای خودم خواستم برم. میرم شهر خودمون پیش پدرم. خب دیگه بعضی با هم نمیسوزن. اشتباه ما عروسیمون بود، نه طلاقمون. نه، من هیچ پشیمون نیستم.
لزومی نداره اینجا بمونم. درس و اینجایی ندارم برم. نه متشکرم. خیلی از لطفتون ممنونم. خب خداحافظ. خداحافظ. فکر میکنم یه چند ساعتی وقت داریم. بهتره بریم خونه لباسات رو جمع کنیم. نمیخوام ایشون. نه باید ببری. اینقدر زندگی برات دردآور بود که نمیخوای هیچ خاطره ای ازش باقی بمونه. حتی یه لباس. نمیخوام هیچ چیز اون روزا رو بیادم بیاره. خیلی خوب بریم. همه چیز تموم شده است. میرم کلاس چهارم به آقای رحمانی امروز هم نمیاد. اگه تلفن منو خواست و کار واجبی بود منو صدا کنید. بسیار خوب. بفرمایید. خب حالا فکر میکنم راحت شده باشی. فکر میکنم به چیزایی که دلت میخواست رسیده باشی. اینقدر خودت عذاب نده. این لباسیه که روز اول پوشیدم اومدم تو خونت. فکر میکردم یه روز با لباسی رنگ همین از خونت میرم بیرون. بهتره با این فکرها خودتو عذاب ندی. یه بار گفتم همه چی تموم شده است. با اینکه خیلی اذیتم کردی اما نمیدونم چرا راحت نمیتونم از این خونه دل بکنم و برم. خود منم همینطورم. اما همینطوری که به هم عادت کردیم همینطورم میتونیم همدیگر رو فراموش کنیم. مگه ممکنه؟ مگه ممکنه سید؟ پروانه من میدونم این وضع خوبی نیست. برات خیلی متاسفم پروانه. من نمیخواستم این جریان پیش بیاد. واقعا برات متاسفم. من احتیاج ندارم برام متاسف باشی. مگه تو به من چی دادی که حالا برای از دست دادنش قصه بخورم؟ برای من نه تنها فرقی نکرده بلکه بهترم شده. دی مجبور نیستم روز و شب تو این فکر باشم که شوهرم از کارم خوشش میاد یا نه. تو این چند سال به جز یکی دو ماه اول همش ازم فاصله می گرفتی. با هم حرف نمی زدی. برات حکم یه غریبه مزاحمو داشتم. هنوز که صابونتو نخوردی؟ شیر می خوای برات بریزم؟ چی شده؟ تازگی ها خیلی افسرده شده. زمنن از اشتهام افتادی؟ فرام کافیه. آره اعصاب آقا ناراحت میشه. خواهش میکنم بذار ببینم چی نوشته. من که زنتم از من بیخبری. اون وقت میخوای از حال هوای دنیا با خبر بشی؟ تو دیگه حتی ادای اون روزای اولم نمیتونی دراری. ممکنه بفرمین چه کار دیگه میتونم بکنم؟ حرف بزن. با من که روبروت نشستم و منتظرم تا یک کلمه حرف از دهنت بیرون بیاد به قاپمش. که اگه عیبی داشته باشه صد مرتبه بزرگترش کنی و بکشی به رخم. نشسته با چه دلیلای منطقی برام میاره؟ حرفای من وقتی به نفعت نیست منطقی هم نمیتونه باشه. حالا میتونم از این خوشحال باشم که دیگه مزاحم کسی نیست. من دلم برات میسوزه سعید به خاطر اینکه تنها میشی و بهت خیلی سخت میگذره. برای من تنهایی خیلی لذت داره. من قبلا هم مزه تنهایی رو چشیدم.
تا وقتی با تو آشنا شدم همیشه تنها بودم. لذت تنهایی برای من خیلی بیشتره. ولی سعید، من از تنهایی لذت میبرم و اونو دوست دارم و از حالام خیلی راحت دارم. پس برای چی با من آشنا شدی؟ چرا با من عروسی کردی؟ تو که تنهایی تو دوست داشتی. خیال میکردم دو نفری میشه زندگی رو سر کرد، ولی نشد. ولی باز از تنهایی بهتر بود، خودت اینو میگفتی. بله، منتها همون اوائل، اونم به خاطر تازگیش بود. این دست خود ما بود که نتونستیم تازگیش رو حفظ کنیم. تازگی روابط آدم ها رو نمیشه حفظ کرد. آدم ها زود به زود برای هم خسته کنند و کهنه میشن. هم هستن که یه عمر با هم زندگی میکنن و همیشه از وضع خودشون راضی. بله، من نمیخوام و نمیتونم مثل اونا باشم. اونا تو زندانایی که آدمای دیگه براشون درست کردن زندگی میکنن. هر آدمی مجبور به خاطر دیگران توقعاتشو محدود کنه و از خیلی از آرزوها و سلیقه‌هاش چشم بپوشه. یکی از بدبختی‌های آدم‌ها همینه که به خاطر دیگران خودشونو به هزار شکل و رنگ دیگه در میارن و راستی و اصالت خودشون از دست میدن. مجبورن که این کارو بکنن. کسی که بخواد با آدما زندگی کنه باید همچین کاریو بکنه. ولی اگه کسی نخواد با آدما زندگی کنه چی؟ دیگه مجبور نیست ماهیت خودشو تغییر بده، دست به این کارهای احمقانه بزنه. کس نمیتونه بدون آدم ها زندگی کنه. آدم ها باید با هم زندگی بکنن. وقتی که مجبورن بله، یعنی منظورم اینه که وقتی احتیاجات همدیگر رو رفع کردن دیگه چه لزومی داره مزاحم هم بشن. این حرفا هیچ معنی نداره. چطور ممکنه آدم ها مزاحم همدیگه بشن؟ همونطور که من و تو مزاحم هم شده بودیم. من و تو؟ آره، من و تو. اون وقت اسم این کار رو گذاشته بودیم زندگی خانوادگی. همون بهتر که به همش زدیم. ولی ما خودمون با هم عروسی کردیم. کسی ما رو مجبور نکرد با هم زندگی کنیم. و زندگی کردیم و دیدیم نتیجهش تنفر و مزاحمت. از بس ما هم بودیم و توی زندگی هم دیگه سرک کشیدیم، کفر هم دیگه رو بالا آوردیم. مردم عروسی میکنن که همیشه با هم باشن و با هم زندگی کنن. همین قابل تحمل نیست که آدم مجبور باشه سر کوچکترین مسئله جر و بحث کنه و برای مزخرف‌ترین اتفاقات دلیل بیاره. ولی یه وقت تو جواب سوالمو خیلی با علاقه میدادی. همیشه میمدی از خودت برام حرف میزدی. دلت میخواست من از همه چیزت بپرسم. حتی درباره پیش پا افتاده ترین چیزا ساعت ها با هم صحبت میکردی. اون وقتا خودم رو گول میزدم. همیشه میگفتی چطور ممکنه دو نفر به اندازه ما با هم صمیمی و رو راست باشن. من فقط در آرزوی راستی و صمیمیت بودم، چون میدونستم در حالی که دارم با تو حرف میزنم تو توی این فکر بودی که بالاخره باهات عروسی میکنم یا نه. هرچی میگفتم تو تصدیق میکردی. میگفتم فلان فیلم بده، با وجودی که از اون فیلم خوشت اومده بود میگفتی بده. میگفتم پدر آدم خسیسیه، با وجود اینکه دوستش داشتی میگفتی همینطوره. میگفتم من از معین خانم شوهرش واقعا بدم میاد به خاطر اینکه آدمای توخالی و تصنعی هستن، با وجود اینکه فامیلت بودن تصدیق میکردی. همه اینا به خاطر این بود که بگیرمت. من اینا رو میفهمیدم و احمقانه از این وضع خوشم میومد. صمیمیت و تفاهم ما این شکلی بود. تو برای این که من بگیرمت و من به خاطر این که تو مناسب بودی. خیال میکنی این حرفو درسته؟ نه، خیال نمیکنم، یقین دارم.
آدم ها همینطورن، همیشه به راحتی خودشون فکر میکنن. ولی ما عاشق هم دیگه بودیم، نبودیم، خودت اینو میگفتی. دروغ میگفتم، یه دروغ بزرگ. این حرفا رو دیر وقت موقعی که تو خیابونا قدم میزدیم بهت میگفتم، ولی میدونستم که تو در همون حال تو فکر عروسی و آبروی خودتی. عشقت یه وسیله تجارت بود، در واقع جهیزیت بود. تو داری به من توهین میکنی. واقعیت به همه ما توهین میکنه، چون نشون میده که ما چه موجودات پوچ و مبتذلی هستیم. ببینم، مگه نه اینکه یکی دو ماه بعد از عروسیمون دیگه افکار و عقاید من برات مضحک شده بود؟ از لجم این کارو میکردم چون دیگه حتی با هم حرف نمیزدی. گوش کن، میخوای بدونی چرا باهات حرف نمیزدی؟ چرا؟ از اینکه به آرزوت رسیده بودی و زنت شده بودم ناراحت بودی؟ اتفاقا برعکس، از اینکه مال من شده بودی خوشحال بودم. خوشحال بودم چون دیگه احتیاجی نبود تا برات چاپلوسی کنم تا بتونم ازت استفاده کنم. تا حالا اینقدر رو راست با هم صحبت نکرده بودیم. این زندگی یه تجربه تلخ بود. خیلی خب، مثل که کارتم تموم شده، میتونیم بریم. خودم میبرم. نه، فکر میکنم لازم باشه تا گاراژ همراهت بیام. نه، خودم میبرم، اینطوری راحت ترم. نه، بذار من کمکت کنم. نه، خودم میارم. خیلی سنگینه. تو من فشار آورد. چه روزی بود. هیچ وقت فکر نمی کردم اینجوری بشه. چقدر خوشبخت بود. خیال می کردیم. چه روزی. هیچ آرزویی نداشتی، پیش هم راحت و آسوده بودی. سعید، سعید، یکی اومده تو رو میخواد. یه خانومه، نمیشناسمش ولی قشنگه. قشنگه؟ چی کار داره؟ چه میدونم، گفت با خود سعید خان کار دارم. چی کار داره؟ پا
پاشو زود باش. کدومشون هست؟ اون معطل، زود باش. بیا جمع دیگه. کتلمان اینجا ای بابا، حالا چرا هول شدی؟ نمیخواد فکل کراوات بزنی، زود باش. نمیخواد اوت کلون بزنی، اون منتظره. حالا نکن، برای چایی میوه چیزی. خیلی خوب. بفرمید. سلام. به امید هم از خواب بیدار میشدیم و به عشق هم دیگه زندگی میکردیم. همیشه ته قلبمون یه خوشی وجود داشت، چون میدونستیم که همدیگه رو داریم. در حالی که اینجور نبود. چرا بود؟ من مطمئنم که بود. چرا ما همدیگه رو از دست دادیم؟ ما همدیگه رو به دست نیاورده بودیم که از دست بدیم. دروغ میگی. ما دوست و پشتیبان هم بودیم. همیشه وقتی زندگی درموندمون میکرد، وقتی از همه جا ناامید میشدیم، ته قلبمون میگفتیم من پیش میرم، من تحمل میکنم، چون یه دوست دارم. بگو برگرده، بگو برگرده بریم خونه. آخه ما داریم چی کار میکنیم؟ نگه دارین آقا، ما باید دست از این حماقت برداریم. این کار درست نیست. ببینیم تو چت شده. سعید بگو برگرده. را بیافتین لطفا، را بیافتین. طوریم نشده، فقط میدونم این کار احمقانه ایه. بگو برگرده بریم خونه سعید، ما نباید همدیگر رو از دست بدیم. نه پروانه، میدونی که حرف بی خودی داری میزنی. من حتم دارم که این کار غلطی. میریم طلاقمونو به هم میزنیم، با همون زندگی خوشمونو دو مرتبه شروع میکنیم. اون زندگی خوش ما دیگه تموم شد، اون فقط خواب و خیال. خواب و خیال نبود سعید، حقیقت داشت. ما خودمون حفظش نکردیم، ما خودمون به همش زدیم، ما خودمون خرابش کردیم. تقصیر از خودمون بود که زندگیمون خراب و نفرت آور شد. تقصیر ما نبود، این حقیقت آدم است که از هم دیگه خسته میشن. این دست خود آدم هاست که همدیگر رو خسته بکنن یا نکنن. ما میتونستیم، حالا میتونیم تا آخر عمر با هم زندگی کنیم. ما نمیتونیم تا آخر عمر با هم زندگی کنیم. ما با هم آشنا شدیم، بعد عروسی کردیم، مدتی وضع خوبی بود، بعد از اون از هم خسته شدیم، دیگه برای هم خسته کننده شدیم. بعد چرا خودمون راحت نکنیم؟ خسته کننده شدیم، تقصیر خودمون بود. با هم لجبازی میکردیم در حالی که میتونستیم طور دیگه ای رفتار ممکن نبود طور دیگه ای رفتار کنیم. چرا ممکن بود؟ اگه خودخواهی و لجاجت رو کنار میذاشتیم، میتونستیم با هم کنار بیاییم. حالا میتونیم با هم زندگی کنیم. این مدت برای اینکه بفهمیم میتونیم با هم زندگی کنیم یا نه کافی بود و معلوم شد که نمیتونیم. چرا اگه بخوایم میتونیم؟ چرا باید سر این موضوع کوچیک و بی اهمیت از هم جدا بشیم؟ به خاطر اینکه اغلب حرفمون برای هم تکراریه، اینقدر به خصوصیات و عادات همدیگه واردیم که برای هم کسل کننده شدیم. بعدش اینه که ما به یه نظر منفی به همدیگه نگاه میکنیم. اینو چیزای بدی نیست، تو زندگی همه دیده میشه. حرفا کدومه؟ موضوع اینه که من وجود یه آدمو نمیتونم در تمام لحظات زندگیم تحمل کنم. ممکنه آدم به من علاقمندم باشه، ولی باز به خاطر نفع خودشه. من همچین آدمی رو نمیخوام. ولی فعلا جز اینجوریش آدم دیگه نمیتونی پیدا بکنی. پس من هیچ آدمی رو نمیخوام. من فقط میخوام تنها باشم. ولی من نمیخوام تنها باشم، من میخوام با تو باشم سعید. من نمیخوام. نمیخوای بری؟ نه نمیخوام برم. من میخوام پیش تو بمونم. ما به هم احتیاج داریم، ما نباید هم دیگر از دست بدیم. ما فقط میتونیم کفر هم دیگر بالا بیاریم، فقط میتونیم هم دیگر عذاب بدیم. آقا نگه داریم، خواهش میکنم نگه داریم. چرا وایسادی؟ آقا تو رو خدا دور بزنین برگردیم. چیکار کنم آقا؟ این خانم بی خود میگه، اگه ممکنه را بیافتیم. ببین پروانه، من کاری رو که باید بکنم میکنم، تو باید بری، فهمیدی؟ ببینه، من مسافر دیگه ای سوار نکردم. دلیلشم اینه که فهمیدم شما باید تنها باشی. من حاضرم شما رو تا اونجا که سوار کردم ببرم، و از این بابتم دیناری کرایه نمیخوام. زن باید پیش مردش بمونه. به اندازه کافی مونده، حالا موقعشه که بره. شما مواظب کار خودتون باشی. آقا ببین، ما هممون واسه این توی شهر زندگی میکنیم که به داد هم برسیم. این خانم مثل خواهر من میمونه. یه ساعتی که داره بهتون التماس میکنه. ناسلامتی زنی گفتن، مردی گفتن. زن جماعت طاقتش خیلی کمه، جور دیگه ایم فکر میکنه. نباید اینقدر اذیتش کرد. خدا رو خوش آقا خواهش میکنم مداخله نکنین.
ببینید خانم، شما جای خواهر من هستی، اما بهتر اینه که برین. شوهرتون باید تنها بمونه تا بفهمه تنهایی چه درد بزرگی. فکر میکنه تا حالا تنها نبودم آرزو اینا رو دارم. ولی اون وقتا همیشه در پی این بودی که آدمی پیدا کنی تا تنهایی تو از بین ببری. ولی حالا یه آدم از دست میدی، اینا با هم فرق داره. فرقش اینه که فهمیدم نباید با آدم کاری داشته باشم. اینه که تنهایی تو سخت‌تر میکنه. آدم باید با آدم زندگی کنه. حالا اگه در وضع ما گاهی آدما مزاحم هم میشن، باید در جهت از بین بردن این مزاحمت کوشش کنم. تو چرا چنین کوششی نکردی؟ برای اینکه نفهمیدم، اشتباه میکردم. تو هم همینطور. حالا باید اشتباهمون رو جبران کنیم و باید قدر همدیگر رو بدونیم. نباید به خاطر یه مش چیزای بچگانه از هم جدا بشیم. ولی ما اشتباه نمی‌کردیم. طبیعت آدما همینه. نمیشه کاریشم هم کرد. همیشه به خاطر چیزای کوچیکم که شده مزاحم هم میشه. این کار احمقانه ایه. نتیجهش فقط بدبختی و فلاکته. فکر کن بعد از این تنها و سرگردون زندگیمون چه صورتی پیدا میکنه. بدترین صورتش از زندگی سابقمون خیلی بهتر. تصور کن زندگی یه زن بیوه و مرد تنها رو. پس تو به فکر خودت افتادی که از جدایی وحشت داری. بفرما. تمام حرفایی که میزدی و تمام دلایلت پوچ و بیمعنی بود. برای اینکه به فکر خودت و آبروتی. حالا قبول کن که آدما فقط به خاطر خودشون دنبال دیگران میافتن. اینطور نیست. درسته که من آینده خوبی، یعنی بهتر از حالا نمیتونم داشته باشم، ولی به خاطر این نیست که نمیخوام از هم جدا بشیم، بلکه به خاطر اینی که ما میتونیم کمک هم دیگه باشیم و باید هم باشیم. خیلی متشکرم آقا، همینجا پیاده میشیم. ما میتونیم با هم باشیم، نباید اینطور بی‌رحمانه با هم رفتار کنیم. متشکرم. بفرمایین. خیلی متشکرم. بذارین جیبتون. اجازه بدید در صندوق آب وا کنم. فکر کردم اینقدر معرفت داری که رو ما رو زمین نندازی. پولاتو حالا خرج نکن، لازمت میشه. ولی آقا صبر کنیم. آقا کرایتون از جیبه. شکستن یه صندلی شماره 8. چمدوناتون گذاشتن توی ماشین. فکر میکنم حدود ساعت 8 برسی. خب پروانه، اگه در این مدت از من بدی چیز... من نمیرم سید. من میدونم که تو هم از این کار پشیمون میشی، حتم دارم. پس چرا این کارو بکنی؟ هنوز که پشیمون نشدم. عجله کن، ممکن اتوبوس را بیفته. را بیفته؟ من نمیرم. من نمیخوام احمقانه خون زندگی ما از هم بپاشم. تو دیگه خون زندگی نداری. برو سوار شو. پشیمون میشی سید. آدم بدون آدم نمیتونه زندگی کنه. هیچ وقتم نتونست. حتما باید یکی رو داشته باشه تا از تنهایی خودش باهاش صحبت کنه. بذار بمونم. نه بمونم. فقط برای یه مدت کوتاه. گفتم نه. Good job.
اگه برم دیگه هیچ وقت بر نمیگردم سعید، چون حالا بگید التماس کردم، درخواست کردم و تو قبول نکردی. بهتره که بمونم سعید، بگو بمون، خواهش میکنم. ولی خواهش میکنم بگو بمونم سعید. ولی قول بده ناراحتم نکنی، بذار بعضی وقتا مال خودم باشه، ما میتونیم خیلی راحت تر زندگی کنیم. فرمان کاری نکن زندگیمون اینقدر سرد و تلخ و بیروح باشه. باشه، قول میدم، قول میدم سعید. تکلیف بر عهده همه ما، هر کاری که رضای خداوند تبارک تعالی باشه. سلام، احسان، به به، بفرمایید، بفرمایید آقا، خواهش می‌کنم، خوش آمدید. شما بفرمایید بالا. آقا شما تشریف داشته باشید همینجا. خیلی کار خوبی کردید که آشتی کردید. انشالله به سلامتی و با دل خوش. میدونستم بالاخره روی این بنده حقیر رو زمین نمی‌اندازید. خدا میدونه که چقدر از این بابت قلبن خوشحال و راضی هستم. عمر خیر همیشه قلب آدم رو صاف میکنه و به دل آدم روشنی میبخشه. شما لطفی دارین بردن. برای چند ساعتم طاقت جدایی رو نداشتم. خب حتما برای رجوع تشریف آوردید. بله. بنویسم تا دوباره پشیمان نشدید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بفرمی مجدیر. خواهش میکنم. سعید یه چیزی میخواستم بهت بگم. بگو. چی؟ یه هفته قبل از اینکه بریم محضر من واسه بابا نوشتم که من و سعید با هم اختلاف داریم. دیروزم موقعی که تو رفتی بلیت بگیری من رفتم یه تلگراف به بابا زدم، گفتم فردا یا پس فردا میام پیشت. بیچاره پیره مرد امروز منتظره. لزومی نداشت اونو ناراحت کنی. حالا چطوری یه تلگراف بهش بزنی؟ بهش بگو ما با هم آشتی کردیم. آخه دلم براش خیلی تنگ شده. میگم سعید چطور امروز بریم پیش بابا؟ دو روز مدرسه نرفتم، بچه ها بلا تکلیفن. آقای احسانی کسی رو نداره جای من بفرسته سر کلاس. اون یه هفته که مریض بودی کی کلاس رو اداره میکرد؟ خود احسانی. حالا همون کارو بکنه، برو یه جوری ازش خواهش کن. نمیشه، اون مدیر باید مدرسه رو اداره کنه. سعید بخور. پس من تو رو تا خونه میرسونم، بعد میرم مرز، بعدش هم میرم دوتا بلیط تهیه کنم. میگم نمیشه از آقای کاشانی ماشینشو قرض بگیری؟ اون ابو تیارش به جونش بسته است، درستانی من تصدیق ندارم. برو اگه میشه یه جوری ازش خواهش کن، بگو فردا یا پس فردا بر میگردیم، بگو یه جوری جبران میکنن. در ضمن من دیدم که تو رانندگی چقدر خوبه. سعید دلم میخواد الان بریم پیش بابا. باشه، اما اگه نشد مجبوریم یا با اتوبوس بریم یا با قطار. اگه تو بخوای میشه. بعد از این همه مدت ناسازگاری هر دوتامون به یه مسافرت احتیاج داریم. روحیه‌مون کسل شده.
بعد از این مسافرت با رویه بهتری زندگی جدیدمون رو شروع میکنیم. بخوا، بد نیست. سلام. سلام آقا. چطوری؟ خوبی؟ بشین. الحمدلله. گوشتی بره. نمش قربون، آشتی کردی. جدی میگی؟ خدا رو شکر. آقای کاشانی هست؟ آره، سر کلاسه. احسانی چطور؟ اونم کلاس تو تعطیل کرد، گفت آقا رحمانی فردا میادش. اخونش تلفن زدن آخه. گفتن بچهش مریضه. اون بیچاره هم هر رو بد میره با. مثل این که بچهش اصال سفرق با هم گرفته. آقای رحمانی میگن وبا اومده. آره حقیقت داره؟ نه الحمدلله چیزی نیست. ببین مش قربون، احسانی فرده که اومد بهش بگو اومدش، گفت یه اتفاقی براش پیش اومده، یه دو روزی نمیتونه بیاد، از شما خواهش کرد اگه ممکنه این مدت خلاصه یه جوری جورش کنی. یک شیرنی طلب مخلصه. باشه بری چشم، حتما برگشتم چشم. چنانچه تانژانت آلفا برابر دو سینوس دوی بتا باشد و اگر کوتانژانت بتا از سینوس آلفا یه دقیقه اگه ممکنه با... شلوغ نکنیم بچه ها. تبریک میگم آقای رحمانی، تبریک. راحت شدی آقا، راحت، خوش به حالت. مرد به تو میگن. چقدر دلم میخواست جای تو بودم و شهامت تو رو داشتم. صبح که آقای احسانی به من گفت دل میکردم که نکنه یه وقت پشیمون بشی و آشتی کنی. اتفاقا نمیتونم شو. یعنی آشتی کردی؟ آره. به همین زودی؟ آخه چرا؟ خب دیگه اینجوری شد. بعید بود آقا، بعید. راستی آقای کاشانیم یه خواهشی داشتم. جون بخوا، جون. البته بگم که تلافی میکنم، دو روزی ماشینتون رو امانت من بدید. به جون شما دلکش برق میدوسته، وگرنه ماشین قابل شما رو نداره. میگم به جون اشکالی شما. اشکالی نداره، من میدم درستش کنه. کلاجشو باید بدم رگلاش کنن. گفتم به جون شما. محبت شما رو یه جوری تلافی میکنه. خیلی باید مواظب باشین. مواظب باشین، رانندگی تو جاده خیلی مهمه. خیلی خیلی ممنون. مطمئن باشین. خب با اجازه. کتابت هم برداشته. خوبه. جنب جت میخواد پرواز کنه، آماده ای؟ آره آماده. رفتی.
کجاست بخوام ببینم. آروم باشی، آروم باشی، وقتی حالتون بهتر شد اونو میبینی. حالش چطوره؟ حالش خوبه، حالش خوبه، مطمئن باشی. من میخوام اونو ببینمش. میبینینش، میبینینش، تحمل داشته باشی. من میخوام اونو ببینمش دکتر. من میخوام اونو، من میخوام ببینی. خواهش همین الان، همین الان میخوام ببینم. خواهش میکنم دکتر، آروم باشی. من میخوام اونو ببینم. چش چش اونم میبینی. من خواهش میکنم ساکت باشین، آروم باشین، اونو به موقعش میبینی. خواهش میکنم بذارم ببینمش. خانم، خانم، ممکنه مرکز رو بگیرین؟ رئیس بخش رو بخواهی. دیفنهیدرامین و آمپیسیلین روزی 3 قاشق مربع کنید. امتین برای اسهال و بیرون روی. امترول برای استفراغ و تهوع. روزی 3 وعده قبل از غذا. ضمناً کمک هم به غذاهای ناساز میکنه. بد نیست. خوبه. آقای دکتر. جان. آقای رحمانی همون مریض تصادفی یکی دو هفته پیش امروز اصرار عجیبی داشت تا خانومشو ببینه. با اینکه خیلی کم و به ندرت حرف میزنه، اما چند دفعه اینا از من خواست. خواستم بدونم اگه مانعی نمیبینین و موافقین دستور بدین این کار انجام بشه. نظر شما چیه جناب دکتر؟ من فکر میکنم اگه مخالفت کنیم اون وقت بدتر میشه. قطعا. بهتره وضع همو بدونم. نمیدونم اگر خودتون صلاح میدونید. خانمشون در چه وضعیه؟ میشه گفت نسبتا خوبه. اما زیاد امیدوار کننده نیست. طبیعتاً اگه همدیگر رو ببینن خوشحال میشن. ولی بهتره قبل از این کار من ببینمشون. البته اگه جناب دکتر اولیایی اجازه این کار رو بدن. اختیار داری آقای دکتر، خواهش میکنم. دکتر شما هم همراه من بیاید. خواهش میکنم. بفرمایید. سلام دکتر. سلام جانم، حالتون چطوره؟ مرسی، ای بهترم. آقای دکتر در مورد تقاضاتون با من صحبت کرد. بسیار خوب، مانعی نداره، اما فقط چند دقیقه. باید تأمل کنید تا حالشون کاملا خوب بشه. اون وقت انشالله برای همیشه میتونه نشونه ببینید. دکتر اگه ممکنه دستور بدید منو با تختم ببرن. نمیخوام اون بدونه من پامو از دست دادم. باشه، بسیار فکر خوبیه، همین کار رو میکنیم. خانم، آقای دکتر گودرزی شما بهتر همراه ایشون باشید. بله دکتر. بفرمایید. دکتر کار انسانیه، منم قبول دارم، ولی در کل وضعیت چندان تأثیری نداره. اختیار داری.
خوبه؟ منم خوبه. بابت همه چی متاسفم. به خاطر همه چیز، به خاطر همه چیز معذرت بخوام. منو ببخشی. میبخشی؟ آره. پس منو میبخشی. من به تو خیلی بدی کردم. آدم خوبی برات نبودم. خیلی رنجت دادم. تو شکستم. ببخشی پروانه. آره. پس تو منو بخشید. منو بخشید. تو پروانه. میدونستم. آقای رحمانی، شما بهتره برید تو اتاقتون. فکر میکنم کافی باشه. سمانشو عوض کنید. آمپیسیلیناش هم هر 6 ساعت بخوره. بله. 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 سلام. سلام. بفرمایید. ممنون. بلنشین. خوب شد. دست شما درد. حالتون چطوره آقای رحمانی؟ خوب. متشکرم. خانم. بله. شما شوهر داری؟ خب بله. میخواستم یه سوالی ازتون بکنم. بفرمایید. خواهش میکنم. شوهر شما اگه در اثر تصادف به حال روز من افتاده بود باهاش زندگی میکردین؟ ها؟ خب بله. فکر نکرده جواب ندین. مسلمه که باش زندگی میکردم. خب شوهرمه، این چه حرفیه؟ البته که چاره ای نداشتین و به نفعتون بود این کارو میکردین. مثل همه فکر خودتون. چرا؟ نه. پس لابد میخواین بگین که انسانیت میکردین. نه. تو هم فقط به راحتیت فکر میکنی. مثل همه. دکتر. دو خب. پیش من بمونه. اون باید پیش من بمونه. چیه؟ چی شده؟ باید پیش من بمونه. پرستار! دکتر! آقای رحمانی. من باید اونو ببینم. من باید این کارو بکنم. دکتر! آقا اینطوری که نمیتونی. چرا میتونم؟ موازه این کارو میکنم. آقا من باید اونو ببینم. آروم باش. ما باید پیش هم بمونیم. پرستار. میخوام بدونه. میخوام بهش بگم. بله بله. ما باید پیش هم بمونیم. منو ببرید پیش هم زود باشید. من میخوام همه چی رو بهش بگم. میخوام همه چی رو بهش بگم. من میخوام اونو ببینم دکتر. من بلم کنید. نه باشی. کاری برام میکنی؟ حتما.
چرخ منو بیار. باشه. حالم هیچ خوش نیست. خواهش خوبه. برو.